بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از شبهایی که استغفار، دعا و نماز خیلی در اون سفارش شده، شب نیمه شعبانه که اصلا احیای همچین شبی بسیار مستحبه و در مفاتیح هم دوستان میتونن رجوع بکنن و اعمالش رو ببینن. منتها خیلی از عزیزان و بزرگواران هم در طول سالهای گذشته این احیا رو برگزار میکردن. یک 3-4 سالی هم هستش که ما با هماهنگی که با بقیه عزیزان حوزه مهدویت، عرصه مهدویت فعالیت دارن، تو این مسئله ورود پیدا کردیم و در واقع این شکل و شمایل این احیا رو به سمت این خواسته مهدوی بردیم و به عنوان و تایتل در واقع احیای مهدوی داریم برگزارش میکنیم. خدمت دوستان عرض بکنم، همونطور که برن نگاه بکنم، این شب بسیار شب پرفضیلتی، اصلا روایت های عجیب غریبی داریم. اینکه مثلا برای مثال خداوند متعال میفرمان که بنده ای رو و احدی رو دست خالی بر نمیگردونه یه همچین شبیه، و بسیار استغفار و دعا و نماز سفارش شده. حالا این یک بعد ماجراست. بعد دیگه‌اش هم اینه که ما این شب رو شب میلاد آقا صاحب الزمان میدونیم و ترکیب این دو میتونه یک اتفاق خیلی خوب باشه. احیا بودن به خاطر اینکه اصلا در همچین شبی همچین مسئله موضوعیت داره، حتی برادران اهل سنت هم احیا برگزار میکنن، و اینکه شب میلاد امام زمان هست یک مقوله جدید رو به وجود میاره که ترکیب این دو تا میشه احیای مهدوی. اگر بزرگواران به اعمال این شب مراجعه بکنن میبینن تو ذیل بخش استغفار ادعیه خیلی زیاد متفرقه وارد شده، علل خصوص دعای کمیل، و افضل اعمال چون این شب زیارت امام حسین، حتی در این حد که شما بر پشت بام بیستید و به سمت حرم سلامی بدید. خب ما این بخش رو اگر بخوایم استغفار نام بگذاریم خیلی خوب میشه، یعنی چه چیزی بهتر از اشک بر ابا عبدالله میتونه پاک کننده گناهان و ذنوب ما باشه. خیلی خوبه. پس ما توی همچین شبی در استغفار با اشک بر ابا عبدالله، خوندن زیارت امام حسین یا زیارت عاشورا، به علاوه دعای کمیل که باز در چنین شبی سفارش شده، ما پاک بکنیم خودمون رو از گناهانی که مانع ظهورن و گناهانی که موجب حبس دعا میشن. یعنی خداوند متعال به واسطه این گناهان ما دعاهای ما رو قبول نمیکنه و دعای ما مورد اجابت قرار نمیگیره. وقتی پاک شدیم حالا میخوایم دعا کنیم. خب از خدا چی بخوایم؟ چون انسان ها چیزی رو میخوان که میدونن ندارن. متاسفانه اگر کسی نبود امام زمانش رو حس نکنه متوجه نمیشه همچین مسئله رو. این بخش رو اگر اسمش رو بذاریم اضطرار از نبود امام زمان، یعنی عزیزان و احیا دارندگان متوجه میشن و البته با حضور خودشون دارن اثبات میکنن که هستن، متوجه میشن که چه کسی رو ندارن، چه چیزی رو، چه گنجینه عظیمی رو ندارن. حالا که احیا دارنده در بخش در واقع استغفار و طلب مغفرت و آمرزش از خداوند متعال با اشک بر امام حسین گناهاش پاک شده، حالا آماده خواستن و دعا کردنه. و اما کسی میدونه چی میخواد که میدونه چی نداره. متاسفانه یکی از مشکلاتی که ما داریم این که به زندگی بدون امام زمان عادت کردیم و این خیلی بده. کسی میفهمه امام زمان نداره که مضطر میشه. فلذا توی این بخش پیشنهاد میشه و ما با دوستان مرکز تخصصی مهدویت این نکاتی دارم عرض میکنم رو هماهنگ کردیم و چک شده. دعاها، عبارتها و فرازهای دعای ندبه، عبارتهایی که در واقع با کلمه عینه شروع میشه، یعنی کجاست، در اینجا شما با گفتن این دعاها تربیت میشید و آموزش میبینید که در واقع چه گنجینه عظیمی رو ندارید. و در ادامه بعد از این بخش عینه های دعای ندبه، مثلا دعای عظم الولا که خیلی هم خوبه برای همچین شبی به نظر بنده خیلی مناسبه. اینجا ما در این مرحله متوجه میشیم که چه کسی رو نداریم. در بخش استغفار پاک شدیم، در بخش اضطرار فهمیدیم چی نداریم و حالا میخوام بریم دعا کنیم. اینجا ادعیه در این شب وارد شده. یکی از بهترین و مرتبط ترین ادعیه‌اش دعای اللهم به حق لیلتنا و موعودها است، یعنی خدای به حق این شب ما و موعود این شب که در واقع مولود و موعود این شب که امام زمان عجل الله هستن. و عبارت‌های دعای ندبه که از در واقع با عنوان اللهم انت کشاف الکره و البلوا شروع میشه که دو صفحه آخر دعای ندبه میشه که خیلی خوبه، خداوند متعال مخاطب ماست و ما در واقع از ایشون امام زمان رو میخوایم. این خیلی ارزشمنده. یعنی ما در بخش استغفار پاک شدیم از گناهان مانع ظهور و گناهانی که حبس دعا میکنن، در بخش اضطرار فهمیدیم چی نداریم و در بخش دعا میفهمیم حالا چی از خداوند متعال میخوایم. این 3-4 سالی که در واقع این برنامه رو برگزار میکردیم و اون شهرها و مناطق مختلفی که حتی در نقاط دیگر دنیا هم برگزار میکردن، نظرسنجی که صورت گرفت که از بخشی که خیلی خوب مورد توجه قرار گرفته بود این تکرار آیه شریفه امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء.
دوستان میتونن این عبارت رو بارها تکرار کنن. مثال میزنیم حالا 100 مرتبه. خوب اینجا توی همچین بخشی اون عزیزانی که دارن برنامه رو برگزار میکنن از مداح مدعو بخوان که هر 7-8 10 موردی که همه با هم دارن این دعا رو میخونن و در اشک و آه و ناله همزمان و ندبه دارن میخونن، هر 7-8 10 موردی که داره خونده میشه اون در انتهای 7-8 10 باری که این آیه ذکر میشه یه گریزی بزنن به یکی از اهل بیت که مستر شدن، مثل حضرت عباس که زمانی که مستر شدن وقتی مشکشون تیر خورد، مثل امام حسین زمانی که مستر شدن وقتی تیر به گلوی 6 ماه نشست، مثل امیرالمومنین زمانی که مستر شدن اون اتفاق جلوی چشمانشون افتاد. ببینید این نکات خیلی زیبا اضطرار و اشک بر در واقع این مظلومیت اهل بیت رو خیلی خوب کنار همدیگه جمع میکنه و یک همدلی و خواست همگانی رو به وجود میاره که خیلی مورد استقبال دوستان قرار گرفته بوده و مستحضر هستید که ما داریم که گفتیم ایشون شب ظهور هم آقا صاحب الزمان این آیه رو مکرر میخونه و اشک میریزه و خدا اذن ظهور میده. ما در واقع به تأسی از اماممون میایم همچین کاری رو در واقع انجام میدیم. پیشنهاد بنده اینه عزیزان که میخوان این برنامه رو برگزار بکنن هر چه سریعتر اقدام بکنن، هماهنگی لازم رو با مسئولین شهرشون انجام بدن. کسایی که نیاز به تاییدیه دارن میتونن اون مسئولین تماس بگیرن با مرکز تخصصی مهدویت که در واقع امور تخصصی حوزه مهدویت بر عهده‌شون زیر نظر حوزه علمیه هستش و جای بسیار معتبر و قابل اعتماده، میتونن هماهنگیشو انجام بدن، خوب تبلیغات گسترده‌ای بکنن تا مردم در واقع شرکت بکنن. تمام آگهی های دوستان و تبلیغات مراسماشون رو ما پوشش خواهیم داد، هم در سایت خود مساف و کانال تلگرامی مساف و هم در سایتی که به این عنوان در واقع در نظر گرفته شده به عنوان ehya-mahdavi.ir. در اونجا میتونن تبلیغ برنامه‌شون بکنن و عزیزانی که تو شهر مختلف هستن رجوع کنن به این سایت ها تا ببینن در شهر خودشون کجا داره برنامه‌ای در واقع برگزار میشه. عزیزان عنایت داشته باشن، ما به واسطه خود امام زمان دعوت شدیم به کثرت دعا و فراوانی دعا برای ظهور حضرت. این مسئله رو جدی بگیرن و به این فکر بکنیم که حتی با این کار ما یک ثانیه هم ظهور نزدیک بشه و عزیزان دلهاشون مهدوی بشه و نگاهشون مهدوی بشه، زندگیشون مهدوی بشه، برای ما بسه. انشالله اینها مقدمی باشه که ما بتونیم در کنار این شور مهدوی و معنوی شعور مهدوی رو هم به زندگیمون وارد بکنیم و تمام روزهای ما امام زمانی و به یاد امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف بشه. از همه دوستان و بزرگوارانی که همکاری میکنن، همه عزیزانی که شرکت میکنن، من به نوبه خودم تشکر میکنم و دست و پای همه عزیزان رو میبوسم.